اگر دارید با چیز می‌نویسید، اگر دارید با خودکار می‌نویسید، اگر دارید دست‌نویس هست نامتون، دقت کنید حتما نامتون به رنگ آب، خودکارتون حتما به رنگ آبی یا مشکی باشه و از رنگ‌های دیگه استفاده نکنید. و حتی بعضی جاها در حالت‌های رسمی تا وقتی اون فرمالیتی بالاتر میره، حتی آبی هم مورد پذیرش نیست و تنها خودکار مشکی پذیرفتنی هست. پس اگر هر دو براتون امکانش هست، هر دو دستتون هست، میتونید هم با مشکی بنویسید هم با آبی. پس مشکی رو بردارید. مشکی برای نامه‌ها همیشه اون حالت رسمی‌تر، اون مناسب‌تر رو داره. پس همین تلاش کنید که از رنگ‌های دیگه استفاده نکنید. اون برای نامه‌های دوستانه است. شما میتونید تو نامه‌های دوستانه‌تون از رنگ‌های دیگه استفاده کنید. اما تلاش کنید که نامه‌تون دست‌نویس نباشه و پرینت باشه. تایپ شده باشه، پرینت شده باشه. و حالا اگر که این امکان براتون وجود نداره، حداقل این رو خاطرتون باشه که با خودکار مشکی بنویسید. نکته دیگه این که اگر که صفحه شما لایند نیست، یعنی لاین نداره، خط نداره، یک نامه یه چیزی رو زیر نامتون، زیر کاغذتون قرار بدید که بتونید اون خطها رو حالا با کم رنگ زیر صفحه سفیدتون ببینید و بتونید که روی اون بنویسید و بالا پایین نشه. چون بالا پایین شدن وقتی نامه رو مثلا نگاه میکنیم که خطا از اون بالا آغاز شده و اینجوری پایین داره میره یا داره بالا میره، اینها اصلا خودتون رو جای اون فردی که میخواد مثلا 200 نامه رو بخونه ببینه مثلا کیو قبول کنه برای کار نگاه کنه، اینو کیو بدش کنه. یعنی همون ابتدا شانس خونده شدن نامتون رو از دست میدید و نامتون میره کنار، طرف دنبال اونی میگردی که کارش رو تمیز انجام داده. معمولا میترکه. خب اگر حالا ممکنه نام شما اصلا موردش اینجوری نباشه، برای تقاضای نمیدونم کار اینها نباشه، اما کلا اینا اصولی هستن که توی همه، تو هر زمینی که داریم استفاده میکنیم نامه رو داریم مینویسیم به خاطرش استفاده کنیم، به همون کمک میکنه. اوکی، این از خودکار، در رابطه با خودکار. اما برگردیم سراغ نامه تایپ شده. گفتیم که اگر داریم تایپ میکنیم، دو تا سپیس اینجا بزنید بین اون آدرس و اون عرض ارادت یا سالوتیشن یا هر چیزی که بهش میگید، اون بین اون دو تا سپیس بزنید، اون رو یه خط رها نکنید، دو تا خط رها کنید، این خاطرتون باشه. و بعد میام اینجا آغاز بکنیم Dear، بعد اونجا میگیم، یا میگیم مثلا Dear Mr. Jones، مثلا نام فامیل فرد رو میگیم، نام فامیل اون فرد رو میاریم با مثل، یا اگر خانم هست مز، MS، یا اگر که میدونیم مثلا میس هست یا میسیس هست و اینها، که خب دیگه با هر کدوم از اونها که میشناسیمش مینویسیمش، مثلا MRS یا MISS با اون چک مینویسیمش. حالا چون ما میدونیم مثلا این فرد بهش گفته میشه مثلا میس، خب ما هم اونجا مینویسیم میس. اما اگر نمیدونید خیلی ریسک نکنید و بهتر هست که MS رو بگذارید و کسی رو دوشیزه یا خانم خطاب نکنید، همون MS خطاب کنید، خیلی مناسب تر هست. پس MS برای خانم ها، MR برای آقایون، و بعد نام فامیل اون فرد رو میاریمش. این در صورتی هست که ما بدونیم داریم با کی صحبت میکنیم و جنسش چی هست. اگر ندونیم که مرد اینو خواهد خوند یا زن، خب کاری که میکنیم این هست که میایم میگیم Dear Sir / Madam. اوکی، به این شکل میگیم مثلا Dear Sir Madam، یا میایم میگیم Dear Sir or Madam. هر دو امکانش هست، یعنی شما میتونید به هر دو شکل این کار رو انجام بدید، میتونید به هر کدوم از این شکل‌ها که مناسب میتونید استفاده کنید. اما مناسب‌تر هست و باز رسمی‌تر هست اگر شما نمیدونید که مرد یا زن، که از slash استفاده کنید، نه or. or باز اونقدر مناسب نیست که slash مناسب هست، و چون وقتی شما dear، وقتی or رو دارید باید بخونیدش، میخونیمش Dear Mr. or Miss، یا مثلا میخونیمش Dear Mr. or Madam. اما وقتی slash وجود داره، من Mr. رو لازم نیست بخونم، چون slash یعنی یکی از اینها. اوکی؟ یعنی توی قواعد اصلی وقتی ما نگاه میکنیم همه اینها کمک میکنن، واسه اینه که ما اینجا از slash داریم مثلا استفاده میکنیم، برای اینکه طرف اون خانومی که میاد میخونه Mr. رو نخونه. اون گرچه میتونه هر کسی بخواد خودش میتونه تشخیص بده چی رو بخونه چی رو نخونه، حتی اگر اور در این میون باشه، اما در اصل من با گذاشتن اور دارم این اختیار رو میدم یا دارم این آزادی رو میدم. خیلی خیلی رسمی تر هست، واسه همین سلش رو ترجیح میدم به
اور این رو یه نکته خیلی ریزه. خیلی از اونایی که مثلا حالا توی مثلا اداراتی هستن و دارن نامه های زیادی رو دریافت کردن، شاید به اینها اصلا توجه نکنن یا اصلا ندونن در موردش، اما به هر حال شاید اونی که شما دارید براش می‌فرستید آدم گیری باشه مثل من. مثلا همین شما بهتر بنویسید، بهترین راه رو همیشه داشته باشید. حالا یا طرف اون رو 100% درک میکنه، قدرش رو میدونه، یا نه نمیدونه، بازم هم ضرر نکردید.